که قلب غروبه، اونی که قلب غروبه، میخونه روزه مادر، درد قربت راز غیبت، گوشه یه مرد تنها، رنگ غیرت داره اشکاش، به امید صبح فردا، رنگ غیرت داره اشکاش، به امید صبح فردا، به امید صبح فردا. وای باران اگر بی تو ببارد، وای خورشید اگر بی تو براید، دریغ از بهار ای دریغ از بهار اگر بی تو بپاید، وای بر من اگر بی تو بمانم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین صلوات الله و سلامه علیه محضر شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر کجا که تشریف دارید در پناه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف موفق و مؤید باشید. با دیگر برنامه ای تحت عنوان مادر هستی و مباحثی راجع به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حائری قزوینی دامت افاضاتو. جناب استاد خیلی خوش آمدید، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. اگر شما هم خدمت بینندگان سلامی داشته باشید تا انشالله برنامه این جلسه را هم آغاز کنیم. با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت امام حسین علیه السلام، سخن را آغاز می‌کنیم و برنامه دیگری در باره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را پی می‌گیریم. به فضل خدا. جناب استاد، در جلسات گذشته به بیان شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها در آیات و سور قرآن پرداختیم. می‌دانیم که احادیث فراوانی هم از ناحیه خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم راجع به صدیقه طاهره و همچنین ائمه معصومین سلام الله علیهم راجع به اون بی بزرگوار رسیده. البته اگر بخواهیم به همه اون احادیث بپردازیم که خب مطلب به درازا خواهد کشید، من اجازه میخوام که گاهی بعضی از این احادیث رو گزینشی عرض بکنم. حالا البته احادیث فراوونه. فرمودن پیامبر اکرم فاطمه تو سیدت نساء العالمین، فاطمه تو بضعه منی من آذاها فقط آذانی، فاطمه تو روحی التي بین جنبی، فاطمه تو ام و ابیها مادر پدر. اما حالا اگر راجع به این فاطمه تو سیدت نساء العالمین، فاطمه سرور بانوان جهان است یا جهانیان است به تعبیر درستر، اینو اگر توضیح بفرمایید انشالله که بینندگان گرامی هم استفاده کنیم انشالله. بله، این حدیث از احادیثی است که میتوان گفت جزء متواترات است که بسیاری از علمای شیعه و
عامه روایت کردند. در صحاح معتبری آیون هم این حدیث نقل شده، در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل، طبقات ابن سعد و موارد فراوان دیگری از محدثین اهل سنت این حدیث رو به طرق متعددی نقل کردند. و حالا از جهت متن هم طبعا با اندک تفاوتی مشاهده می شود که مثلا بعضی از روایات هست سیدت النساء امتی، بعضی هست سیدت النساء اهل الجنه، که همه اینها در واقع به یک معنا برمی گردند. چرا؟ برای اینکه حتی اگر سیدت النساء اهل الجنه باشد، خب برترین زنان اهل بهشت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یعنی مجموعه همه زنهای عالم، چون زنهای بد که داخل حساب نیستن، پس زنهای خوب که وارد بهشت می شوند، اونهایی که شایستگی ورود به بهشت را دارند، حضرت زهرا سلام الله علیها بر همه اونها برتری دارند. یا سیدت النساء امتی که در بعضی از نقل‌های آیون هست، باز اونجا هم دلالت می‌کند بر برتری حضرت صدیقه سلام الله علیها بر همه زنان عالم. چرا؟ برای اینکه این امت برتر همه امت‌ها هستند. اون امت مرحوم، امت پیغمبر اکرم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا موارد دیگری که در جای خودش بیان شده که این امت مسلمان برتری دارند بر همه امم سابقه گذشته. پس کسی که برترین زنان این امت باشد، برتر است از زنان همه امت های گذشته، با این بیان و توضیح راجع به این حدیث شریف. و اما عنوان سیادت که سیدت و نساء العالمین، سیادت به معنای برتری هست، به معنای ریاست هست، به معنای سروری هست که تعبیر فرمودید. اینها در کلمات فارسی زبان ها در ترجمه عنوان سید و سیده یاد شده است، سیدت و نساء العالمین، برترین زنان عالمیان. برای تیمن و تبرک بد نیست یکی از این احادیث را، و هم برای استدلال بر عامه، بر آقایونی که احیانا ممکن است که اهل سنت اینها بیننده شبکه ما باشند و بسیار بودند، الحمدلله از این آقایون که با شنیدن این مطالب نور معرفت در دل اونها تابیده و مستبصر شدند. الحمدلله. و ما در دنیا واقعا میبینیم که بسیار هستند کسانی که به برکت این شبکه‌های شیعی اینها شیعه شدند و مستبصر شدند و هدایت شدند به حقایق دین و معارف اهل بیت علیهم السلام. بالاخره افراد منصف در جهان زیادن، حالا گاهی هم اگر از حق تبعیت نمی‌کنن چه بسا علتش این باشه که حق به گوششون نرسیده بست. بله، گاهی ممکن است که اینها ارتباط و اتصال نداشتند و بعضی از علمای اونها هم متاسفانه خیانت میکنند، چون اگر عالم خیانت نکنه این مطالب را که ببینند و بشنوند مسلم متوجه میشوند به حقانیت مذهب شیعه. این روایت از عایشه است، سندش هم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 248، مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 282، طبقات ابن سعد واقدی جلد 2 صفحه 40، و اسد الغابه جلد 5 صفحه 522. اینها حالا مراجعه کنند، از جمله اسنادیه که این حدیث شریف رو ذکر. چاپ های متعدد طبعا این کتاب ها داره، ولی بعضی از این چاپ هایی که معروف هست و در دسترس
هست معمولاً، اینها رو بنده یادداشت کردم. عایشه میگوید اقبلت فاطمه علیها السلام تمشی، مشیتها مشیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. میگوید حالا در متن دیگری من دیدم واقعا به همین روایت که عایشه میگوید ما در یک جا جمع شده بودیم همه زنهای پیغمبر، تمام زنهای پیغمبر یک جا بودیم که حضرت فاطمه بر ما وارد شدن، پیغمبر هم اونجا بودن و در حالی آمدن که راه رفتن حضرت فاطمه دقیقا مانند راه رفتن پیغمبر اکرم بود. مشیتها مشیت النبی. فقال النبی مرحبا بابنتی، پیغمبر خوش آمد گفتن، خوش آمدی دخترم. ثم اجلسها عن یمینه او عن شماله. حالا بعضی اون او رو ندارد، بعضی از تعبیراتشون، ولی بعضیشون داره که پیغمبر اکرم اون حضرت را سمت راست خود نشانید یا سمت چپ خود نشانید، کنار دست خودش خلاصه نشوند پیغمبر اکرم. ثم اسر الیها حدیثا، بعد آهسته و آرام سخنی به اون حضرت بیان فرمود. حضرت فاطمه گریه کردن با شنیدن اون مطلب، اون مطلب آهسته گریان شدن. فقلت لها لما تبکین، گفتم چرا گریه میکنی؟ حضرت فاطمه از پاسخگویی خودداری کردن، جواب عایشه رو ندادن در این دفعه اول. ثم اسر الیها حدیثا فضحکت، بار دیگر آهسته در گوش فاطمه چیزی گفتن پیغمبر که فاطمه زهرا خندیدن. فضحکت. فقلت ما رأیتو کالیوم فرحا اقرب من حزن، مثل امروز عایشه میگوید ندیدم که خوشحالی اینقدر به گریه نزدیک باشد، اول اونطور گریه بعد هم خنده. فسألتها اما قال فقالت ما كنت لأفشی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، من هرگز راز پیغمبر رو فاش نمی کنم. حتی قبض النبی، تا وقتی پیغمبر از دنیا رفتن. فسألتها، از فاطمه زهرا سوال کردم. در بعضی نقل‌ها هست که قسم داد حضرت فاطمه را، یعنی سؤال عادی نبود، حضرت زهرا را قسم دادن عایشه. پس حضرت فاطمه در مقابل سوگند دادن جواب دادن، فرمودن اسر لی ان جبریل کان یعارضن القرآن کل سنت مره. پیغمبر ابتدا آهسته به گوش من فرمودند جبرئیل هر سال یک نوبت قرآن را بر من عرضه می کرد، ولی امسال دو بار بر من عرضه کرده و از این امر من پی بردم به اینکه مرگ من و درگذشت من نزدیک است، به زودی از این عالم منتقل می شوم به عالم دیگر. ولا اراه الا حضر اجلی، اجلم را نزدیک می بینم. و انکی اول اهل بیتی لحاقا بی، و تو ای فاطمه اولین اهل بیت من هستی که به من ملحق خواهی شد. پس من گریه کردم. گریه فاطمه زهرا به سبب فقدان پدر هست. فقال اما ترضین، بعد پیغمبر اکرم آهسته به من فرمودن آیا راضی نیستی، خوشنود نیستی که سیدت و نساء الجنه یا سیدت و نساء المؤمنین باشی؟ اما ترضین ان تکونی سیدت نساء الجنه او سیدت نساء المؤمنین. حالا تعبیری که راویان طبعا این تعابیر مختلف، بله تردید بوده، آیا راضی نیستی؟ فضحکتو لذالک، به این سبب من خندیدم و خوشحالی کردم که پیغمبر چنین مژده‌ای به من دادن که من سیدت و نساء
اهل جنه یا سیدت و نسائل مؤمنین هستن. این یکی از موارد که از خود عایشه نقل میکنه، نقل میکنن. دیگران هم از صحابه پیغمبر، از مرد و زن، از ام سلمه هست، از ابن عباس هست، از افراد دیگر هست که اینها نقل کردن روایت را که پیغمبر اکرم بارها درباره حضرت فاطمه فرمودن سیدت و نسائل عالمین من الاولین و الاخرین، در بعضی از تعابیر هست که از اولین و آخرین فاطمه زهرا سلام علیها برتر و بالاتر می باشد. یه حدیث شریف دیگه از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راجع به صدیقه طاهره که هست، فکر می کنم جا داره انشاءالله به تبیینش بپردازید. حدیث شریف فاطمه تو بضعت منی، فاطمه پاره تن من است. خیلی حدیث بلندی هست. بله. در باز کتب مختلف شیعه و سنی این حدیث نقل شده و طبعا این حدیث شریف فرصت بیشتری را می طلبد که تشریح کنیم از جهات مختلف و وجوه مختلفی که این حدیث متضمن است. من یکی از متون حدیث را در این قسمت از برنامه می خوانم در این فرصت باقی مونده و انشاءالله بحث رو، ادامه بحث رو در فرصت بعدی انشاءالله. فاطمه تو بضعت منی، من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله. فاطمه بضعی از من است. حالا این کلمه بضعه به دو صورت خونده شده، بضعه و بضعه، که به فتح با و کسر با، بضعتون منی یا بضعتون منی. کسی که او را آزار بدهد مرا آزرده است و کسی که مرا آزار بدهد خدای را آزار داده است. این یکی از متونی است که این حدیث شریف در اون نقل شده، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 112 و کتاب کشف القمه جلد 2 صفحه 93. متشکر. پس انشالله ما یک میان برنامه داشته باشیم و مجدد برگردیم از انشالله توضیح استفاده کنیم. بینندگان گرامی همراه ما باشید. اللهم صل على فاطمه و ابيها، اللهم صل على فاطمه و ابيها وبعليها وبنيها وبعليها وبنيها وبعليها وبنيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فوالله لا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: سوگند به خدا که فاطمه علیها السلام هیچگاه مرا خشمگین نکرد و در هیچ کاری از من سرپیچی ننمود، و من هرگاه به فاطمه علیها السلام نگاه می کردم غم و اندوه از من زدوده می شد. جناب استاد، راجع به حدیث فاطمه تو بضعت منی که از وجود مقدس پیامبر اکرم رسیده راجع به صدیقه طاهره،
بیان می‌فرمودید و بنا بود توضیح بدید و استفاده کنیم ان شاء الله. از جهت فهم حدیث البته بنده به اختصار می‌گذارم، چون اگر بخوایم طولانی بحث کنیم خب طبعا به مباحث دیگر نمی‌رسیم. فاطمه تو بطعه منی، یعنی فاطمه قطعه ای از من است، بخشی از وجود من است. خب بخشی از وجود پیغمبر، پیغمبر با همه خصوصیاتی که دارد استثناء می شود اون اموری که خصائص شخصی رسول خداست، مثل اینکه عنوان نبوت باشد. و معلوم است که حضرت فاطمه سلام الله علیها نبی نبودن، نبیه نبودن، این امری ثابت و مسلم. بعضی خصائص دیگر پیغمبر اکرم مثلا اینها برای حضرت فاطمه سلام الله علیها نیست. بقیه امور اینها معلوم است که در حضرت زهرا سلام الله علیها جمع است با این تعبیر پیغمبر اکرم. مثلا علم پیغمبر معلوم می شود که حضرت فاطمه سلام الله علیها دارای مقام علمی ممتاز هست که یک قطعه از پیغمبر است و هر چه پیغمبر دارد از علم در واقع حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز اون علم را دارا هست از خداوند متعال. علم لدنی. اشاره می کنم به اون چه از اوائل این برنامه سلسله مباحث اونجا یادآور شدیم، اگر بینندگان ارجمند هم متذکر باشند که در باب نامگذاری حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتیم یکی از وجوهی که در روایات بیان شده فرمودن لأنها فطمت بالعلم. فطمت بالعلم یعنی به وسیله علم اون حضرت رو از شیر برگرفتن. اون همون گونه که علم پیامبر لدنی هست، علم بی بی دو عالم هم لدنی هست. احسنت. از طرف خداوند متعال. و دیگر عنوان عصمت هست. وقتی که پیغمبر معصومه، پیغمبر خطا نداره، پیغمبر سهو و نسیان نداره، فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز این چنین است. همون طوری که پیغمبر ایذائش حرام است و جایز نیست، کوچکترین اهانت به پیغمبر در واقع دهنکجی به وحی الهی است. صریح قرآن دیگه، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. پس کسی که فاطمه را آزار بدهد عین همین کیفر از برای او است و عین این حکم نسبت به او شامل است. بنابراین پیغمبر که فرمودن بضعتون منی، تمام این خصوصیات را جامع است این با این حدیث بیان شرید. فرمودن در این حال پیغمبر دنباله این کلام نورانی خودشون تأکید فرمودند این خصیصه آخر را، لذا فرمودند هر که او را بیازارد مرا آزرده است. من آذاها فقط آذان و من آذانی فقط آذالله. و کأنه این که فرمودن من آذاها فقط آذانی اشاره دارند به این که فاطمه را افرادی آزار خواهند داد و آزار دادند و این که چه کسی حضرت فاطمه را آزرده است این رو به عهده بینندگان عزیز قرار میدهم که شما مختصر تأملی داشته باشید، فکر کنید ببینید آیا واقعا اون کسانی که فاطمه را سلام الله علیها را آزرده اند اینها چه حکمی برشون مترتب میشود طبق این حدیث شریف که سنی و شیعه اون را نقل کردند. بله دیگه، و حالا بحث مفصل میشه اگه بخوایم وارد این معنا بشیم بله. که البته حدیث هم تتمه داره بله. بعضی جاهای دیگر که بله. و من اثر رها فقط اثر رنی، هر بله. کس فاطمه را خوشنود کند مرا خوشنود کرده،
و اگر بیبی دو عالم را نیازرده بودند چرا باید در عمر جوانی 18 سالگی یا حالا نهایتاً 28 سالگی و چرا باید قبر ایشون مخفی باشه و صدها چرای دیگر که به بیننده گرامی واگذار میکنیم. انشالله در این فرصت باقی مانده به دو حدیث دیگر بپردازیم و استفاده بکنیم از محضرتون. یکی حدیث معروف سد ابواب هست که در برنامه های گذشته هم یک اشاره گذرایی داشتیم که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله دستور فرمودن دیگر زنان پیامبر اون در حجره خودشون که به مسجد گشوده میشد، فقط زنان پیامبر و دیگران و صحابه صحابه پیامبر که روایات فراوان هست، عنوان سد ابواب در کتب مختلف روایی خودش یه عنوان خاصی داره، عنوان خاص داره و همچنین در کتب اعتقادی کتب کلامی که یکی از موارد استدلال علمای ما هست بر طهارت صدیقه طاهره، طهارت حضرت صدیقه طاهره سلام الله و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. این که یک روز جبرئیل نازل شد بعد از آنی که پیغمبر در مدینه مسجد خود را بنا کردند، صحابه اینها هم اطراف مسجد برای خودشون منزل‌هایی را ساختند و طبعا دو تا در برای منزل‌های خودشون غالبا قرار می‌دادند، یک در به سمت مسجد و یک در به سمت کوچه و خیابان. جبریل آمد و فرمان از سوی خداوند آورد که این مسجد شما جنوب و حائض حق ندارند در اون وارد بشوند، قدم بگذارند، چون در مساجد دیگر جنوب و حائض می توانند قدم بگذارند منتها به صورت عبوری که فقهای ما فتوا دادند بیان کردند. یه بابی هم در فقه داره، باب عبور از مسجد. حالا یه وقت مثلا مسجدی هست که دو تا در داره، از این در وارد بشن از در دیگر خارج بشن، توقف در مسجد حرامه، جایز نیست که توقف بکنن در مسجد النبی و مسجد الحرام که این مقدار هم جایز نیست، یعنی با اینکه درهای متعدد دارد مسجد النبی و مسجد الحرام، ولی جنوب حق ندارد قدم بگذارد در اون، حائض حق ندارد قدم بگذارد در اون ولو این که به صورت گذرا باشد، حرمت داره و کار حرامی هم مرتکب شد. پس باید تمام درها بسته بشه. پیغمبر اکرم فرستادن ابتدا عباس عموی پیغمبر، چون ببینید عجیب بوده است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اون عنوان و اندر عشیرتک الاقربین ابتدا می فرمودن به خویشاوندان نزدیک خودشون که دیگران هم حساب کار خودشون را داشته باشند. در خانت رو به سمت مسجد ببند. عباس گفت سمعن و طاعتن، به چشم انجام میدم و فوری در خانه خود را که به سمت مسجد بود بست. بعد به ابوبکر به عمر پیغمبر فرستادن پیغام، پیغمبر را معاذ بن جبل به اونها ابلاغ کرد. آمدن دیدن که در خانه فاطمه زهرا بازه. عباس بهش برخورد کرد، آمد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله در خانه عمو رو میبندی ولی در خانه پسر عمو رو باز میداری؟ علی پسر عموی پیغمبر فرمود پیغمبر اکرم من هیچ دری رو نبستم و هیچ دری را باز نگذاشتم، این امر فرمان الهی بوده است. و حتی در بعضی از نقل‌های آیون هست که بعضیشون درخواست کردن از پیغمبر که یه پنجره ای اجازه بدید ما به سمت مسجد داشته باشیم، مثل ابوبکر عمر، فرمودن نه اجازه نیست، حتی به مقداری که یک چشم بر دیوار بگذاریم و داخل مسجد رو نگاه بکنیم.
فرمودن به مقدار سر سوزنی هم اجازه نیست و این از مسلماتی است که در احادیث و روایات بیان شده و تشریح شده و مترتب بر اون مباحثی است که در جای خودش باید در حقیقت از فضائل و مناقب و شرافتهایی است که خداوند برای بیت علی و فاطمه قائل شده. احسنتم. ختم کنیم با این حدیث شریف و این روایتی که نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه به مسافرت می‌رفتند آخرین فردی رو که باش وداع و خداحافظی می‌کردن صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. از مسافرت که حضرت برمیگشتن مجددا اولین کسی رو که به زیارتشون می‌رفتن و ملاقات می‌کردن صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. در این خصوص اگر یک توضیحی بفرمایید. بله، این هم دلالت می‌کند بر اون شدت محبت پیغمبر اکرم و اهتمام پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا. و می‌دانیم محبت اولیاء خدا، پیامبران و امامان علیهم السلام این محبت معمولی نیست. یعنی اگرچه اون چه امثال بنده مثلا کسی رو دوست بداریم، من خودم رو مثال میزنم که جسارتی به کسی نباشه، خب ممکنه که اون احساسات و هواها و اینها غالب باشد. این که انسان مثلا فرض کنید که یه فرزندی رو بیشتر از فرزند دیگرش دوست دارد. چرا دوست دارد؟ گاهی ممکنه یعنی که این فرزند آخر منه، فرزند اول منه مثلا، یا بیشتر مثلا کمک میکنه به انسان، به من کمک میکنه، پسر منه، معنویات در بین نباشه. ولی پیغمبر و ما ینطق عن الهوا فقط نطق پیغمبر نیست، عمل پیغمبر هم همه وحی الهی هست. اما یفعل و بله. اما یعمل عمل پیغمبر از روی هوا نیست، از روی هوا نیست و اون چه انجام میدهد مطابق فرمان خداوند متعال و مطابق وحی الهی است. بنابراین اظهار محبتی که به حضرت فاطمه سلام الله علیها میکند دلالت دارد بر فضیلت حضرت صدیقه سلام الله علیها. صرفا عاطفی هم نبوده؟ عاطفی نیست. بله، چون کما اینکه بیان شد دختران دیگه هم بله، حالا داشتن بله، یا فرزندان بله، دیگری بله، پیام بله، نه اصلا عاطفی نیست. چرا این احادیث فقط راجع به صدیقه طاهره هستن؟ از بعد به ولادت حضرت بحث شد که بلد. اختصاصاتی داشتن، اختصاصاتی برای حضرت زهرا سلام خداوند قائل شده، خداوند این مقام و این موقعیت را برای حضرت زهرا سلام علیها قرار داده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون حضرت این طور عنایت دارد و آخرین کسی که ملاقات می کند موقع بیرون رفتن از مدینه حضرت فاطمه است. موقعی هم که مراجعت می کند اولین نفری که ملاقات می کند حضرت فاطمه سلام الله علیها می باشد. احسنتم، طیب الله انفاسکم، موفق باشید انشاءالله. سلامت باشید. ای خاک ره تو تاج سرها زهرا، وی قبر تو مخفی ز نظرها زهرا. ای خاک ره تو تاج سرها زهرا، وی قبر تو مخفی ز نظرها زهرا. تا باب شفاعت تو باز است چه غم، گر بسته شود تمام درها زهرا. السلام علیکی ایتها الصدیقه الشهیده و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. سلام، سلام بر شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با برنامه مادر هستی در خدمت شما هستیم. در این بخش طبق برنامه‌های گذشته به بررسی اسناد شهادت بی بی دو عالم از کتب اهل تسنن می‌پردازیم. امروز قصد دارم روایتی رو از کتاب
اثبات الوصیه برای شما نقل بکنم. قبل از اونی که روایت رو بخونم اجازه بدین از روی کتاب نگاهی بیندازم. مورخ مشهور عمری ها به نام مسعودی در کتاب اثبات الوصیه صفحه 143 می نویسد: به او هجوم آورده و در به خانه او را آتش زدند و او را به زور از آن بیرون آوردند و سرور زنان را با در چنان فشار دادند که سبب سقط محسن گردید. چی بگم در مورد این سند؟ حرف تمامه دیگه. به بهترین وجه ممکنه مسعودی در کتاب خودش اقرار کرده و اعتراف کرده به شهادت بی بی دو عالم توسط اونهایی که حمله ور شدن به خونه امیرالمؤمنین و به خانه‌ای که در اون فاطمه مایه آرامش عالم شده بود. خود شما وقتی نگاه میکنید ببینید خونه‌ای که مورد احترام خدا، پیغمبر و اونهایی که پیغمبر براشون عزیز بود این خونه را هم احترام قائل بودند، چجوری با این خونه و اهل خانه عمل کردند؟ آتش زدند با زور، ضربات و کاری کردند که مادر عالم حضرت زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری بیفته و بر اثر همان بیماری که نتیجه اون ضربات بود شهادت برسن. به امید روزی که منتقم مظلومه عالم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور کرده و انتقام مظلوم ترین فرد عالم محسن ابن علی رو بگیرن، اون کسی که حتی قدم در این خاک نگذاشته اما به سخت ترین وجه ممکنه جان او رو گرفتن و او رو به شهادت رسوندن. از خدا مسئلت داریم، ما رو یار و مددکار مولامون حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار ده. به امید روز ظهور آقا یا علی مدد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ببینم یه شبی جمعیت مدینه پشت دیوار بقی دور هم دیگه نشستیم، همه دارین وادمه وادمه میگنیم. امشب سعی کنید برای زهرا گریه کنید. یا ابن الحسن امام زمان، آجان هر جای دنیا هستی تو را به جان مادر زهرا امشب بیا یه سری به ما بزن. این مردم به یاد مادر جمع شدن. آی صاحب عزا، آی صاحب مصیبت، یا الله یا الله یا بر سوی ظلمت میبرن. کجاست نور را؟ بر سوی ظلمت میبرن، شاه را سوی رعیت میبرن. من چه کنم خدای من، چاره در این مقام چیست؟
کوچه پر از حرامی ها میسوزونم اتمشن من چه کنم خدای من چاره در این مقام چیست کوچه پر از حرامی ها زینب این همه ازدحام من چه کنم خدای من من چه کنم خدای من چاره در این مقام چیست کوچه پر از حرامی ها ای بار مردم هجوم آورن چونیش کجدم آورن آتش و هیزم آورن مقصد این عوام چیست ای پهلوانانم ای پدر عباس چرا شتاب آورد چه بی حساب آورد به کف تناب آورد مقصد این حرام چیست آتش زون شعله ور الله آتش زون شعله ور خانه ام در خطر آتش زون شعله ور خانه ام در خطر سگان هور حمله ور فکر خام چیز تونتون بخونم علی ولی اعظم است علی وصی خاتم است علی شهد عالم است گناه این امام یه بیتم ترکی و اپرمه یه نماد نمی یرالیم جلم میرم
نامرد اومدی ای به شما بی 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 به نام حضرت حق عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. شخصی گفت محضر بیبی دو عالم فاطمه زهرا حاضر شدم. حضرت در سلام بر من پیشی گرفت و آنگاه فرمودند چه چیز تو را به اینجا کشانده است؟ عرض کردم طلب خیر و برکت. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که هر کس 3 روز بر من یا پدرم وارد شود و بر ما سلام کند، خداوند واجب می کند از برای او ورود به بهشت را. پرسیدم در زمان حیات شما؟ حضرت پاسخ دادند هم در زمان حیات هم بعد از شهادت ما. بینندگان محترم، اگر زمان و مکان ما رو از بیبی دو عالم جدا کرده و الان نیستیم در کنار تربت گم شده او و از اونجا سلام بدیم، از همین برنامه و از شبکه دلخواه خودتون میخواییم دست روی سینه بگذاریم و محضر یگان دخت گرامی پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض ادب و سلام کنیم. این نکته را هم یادآور بشم، برای اهل بیت و ائمه اطهار زمان و مکان هیچ محدودیتی نداره، لذا هر کجا شما میل داشته باشید که با آنها ارتباط برقرار بکنید، سلام محضر اونها برسونید، مطمئن باشین کما اینکه در تمام زیارات ائمه میخونیم که اونها به مقام و موقعیت ما نظاره دارند و سلام ما رو میشنوند و پاسخ ما رو میدن. از همینجا دست ادب به سینه هاتون بگذارید و با من زیر لب زمزمه کنید: السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا قرة عین الرسول، السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا. تا برنامه بعد، یا علی. رفتن تو را تقدیر بود و ماندن مرا، چه رسم غریبی است این آمدن ها و رفتن ها. رفتی و ندیدی ماندن تصویرت را در قاب همیشه تاریخ، و من ماندم و دیدم مشق کودکانت را در تف، در نینوا، در کربلا، مشق آب، مشق بابا آب. مادرم مادرم با ویلا، مادرم مادرم با ویلا، مادرم مادرم با ویلا، مادرم مادرم با ویلا. تمام بوستان را سر بریدم. سایه سار نگاه علی مرتضی مستدام،